که مطرح میشه برای این هستش که چگونه یهودیان که از جزی از تمدن‌های کهن بشری هستند و بابل و کلدوت آشور گرفته تا برحال یونانی ها رومی ها و غیره به کنار رفتند و حتی اون امپراتوری و شاهنشاهی پارسیان رو با تفکیکی که استعمار جهانی داشت که پاکستان و افغانستان رو و آذربایجان و ترکمنستان و غیره رو از ایران جدا کردند، در آنچه که قرارداد ترکمنچای و گرجستان بود، با وجود این میبینیم که برای حتی کمونیسم نیز به کنار رفته بعد از 70 سال و بزرگترین قدرت های نظامی و امپراتوری که در این بر حال از بین النهرین گرفتن تا خاورمیانه تا اینکه جهان رو تسخیر کرده بودند، از هیتلریت گرفته استالینیز گرفته و غیره به کنار رفتن. و جالب بر این که بیش از 5783 سال از گاه شماری یهودیان میگذره که 2200 سال پیش با روشن کردن شمدان هفت شاخه منورا که نمادی بود از آنچه که پیروزی روشنایی بر تاریکی بود، ما نمیاییم و جشن نمیگیریم این پیروزی نظامی رو که در تاریخ یهود 2200 سال پیش بود، برای اینکه خشم و نعیم و آنانی که روی کار آمدن در اصل کاهنینی بودند که به دنبال قدرت نیز بودن. اگر بیش از 70 سال آمدن و قدرت رو در دست داشتن، با وجود این به کنار رفتن، ولی این یک استقلال و سیادت ملی بود که در آن بینی که با امپراتوری بیزانتیوم و امپراتوری روم داشتن می جنگیدن و به خاطر نفاق و فرافکنی که در بین آنها افتاد، آنان مجبور بر این شدند که بیان معبدی که میبایست در اون آرامش باشه و مرکز صلح جهانی باشه، تومه آتش افروزی بین برادران شد، همینطور که بین در دوران ما دو پادشاهی داشتیم، پادشاهی یهودا و پادشاهی سامره یا پادشاهی اسرائیل، که با روی کار آمدن آشوری ها 2700 سال پیش آنان نیز به بابل و نبوخذنصر آنان رو به آنجا تبعید کرد و در دوران کوروش بزرگ بود که به عنوان تنها مسیح یهود نامی از او برده شده در یکایک که ازان احمدی ورمی کتب مقدس یهود، میبینیم که تا چه اندازه تأثیر گذار بوده، نه فقط بیان حقوق بشر کوروش بزرگ بر تمام جهانیان، بلکه مخصوصا بر روی یهودیان. و چه جالب اینه که چگونه ممکنه یهودیان با تمام سختی های گذرانده بودند در این 2000 سال که دور از وطن خودشون، سرزمین موعودی خودشون بودند، دوباره تونستند بازگردن و اونو آبادش بکنن. اگر فردی رو بیاین بگیم حتی در یکایی که 79 کشور عربی و اسلامی، هیچ وقت اورشلیم پایتخت اسلام و پایتخت یهودیان نبوده، بلکه به عنوان بعد از مکه و مدینه جای سومی بوده و همینطور بعد از واتیکان محل دومی بوده که قدوسیت داشته. و در یهودیت نه فقط قدوسیت ما نمی بخشیم به فرد و اسطوره سازی از اون نمی کنیم و خرافه پردازی نمی کنیم، بلکه سیستم رو وقتی شما در نظر می گیرید، آنچه که در روزهایی که شمع هنوکا و منورا رو روشن می‌کنیم به عنوان یک نماد ملی و سیادت ملی، اینو باید بیاد داشته باشیم که ممکنه پیروزی‌های نظامی امروز باشن و فردا نباشن، همینطور که کمونیسم موفق شد در قبال هیتلریز بیسته و بیاد واژگون بکنه و کشورش رو در بر بگیره که اونا رو اومده بود آزاد کرده بود، ولی بعد در 70 سال
میبینیم که چگونه فرو نشست و چگونه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو میبینه. همینطور که در آن روزها یهودیان چرا به خاطر نمیان و پیروزی نظامی رو جشن میگیرن، بلکه یک نماد ملی و روشنایی رو و معجزاتی که در آن اتفاق افتاده بود، که شمع به جایی که یک روز بسوزه، شمعی که از روغن زیتون پاک گرفته شده بود، 8 روز آمده بود و برافروخته شده بود در شمعدان امین‌الله در معبد سومی بعد از پاک سازی. از این رو چی رو میرسونه؟ این رو میرسونه که خشم و نائیم، آنانی که بحث بر این دارن که قدرت طلبی آنان بوده، آخر کار نیست به انجام نمیرسه. بعد از 77 سال آنان میان قدرت خودشون رو که کسب کرده بودن اون رو از دست میدن.